برگشتیم و ادامه برنامه در امتداد روز در نیم ساعت دوم برنامه قرار داریم و موضوعی که انتخاب کردیم که در موردش بحثی داشته باشیم راجع به بانوان هست. همیشه یادآور شدیم بانوان نیمی از پیکر جامعه و یا نیمی از رخ جامعه هست. پس خیلی ها خوب است که بالایشان کار شود در هر بخشی که است و مشکلاتشان هم رفع شود تا که اونا هم بتونن به صورت درست کاری بکنن. سازمان ها و نهادها بالاخره مؤسسه‌ای هم وجود دارن که در این بخش کار میکنن و بالاخره میخواین که تا حدی مشکلات بانوان افغانستان را رفع بسازند در رابطه خواستیم که آقای سهراب همراه معاون مؤسسه احیای مجدد و توسعه امور اجتماعی بانوان و یا زنان افغانستان را با خود داشته باشیم همراهشان صحبت میکنیم با ما باشین و بیننده و شنونده باشین سلام وقت بخیر خدمت شما و ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتید سلام به شما بیننده عزیز امید که روزا بخیر سپری کرده باشین سهراب همراه هستم معاون مؤسسه احیای مجدد و توسعه امور اجتماعی زنان آقای همراه قبل از اینکه بریم به طرف مؤسسه و برنامه هایی که شما داشتین برای بانوان افغانستان خیلی ها دوست دارم که سری بزنم به زندگی شخصی شما و بالاخره بدانم که آقای همراه از کجا آغاز کردن تلاش چقدر کردن هدف در زندگیشان چقدر مد نظر گرفته شده تا که تانستن حال از یک طریقی برای مردم افغانستان خدمت بکنن خیلی خوب سوال خوبی است من بودت سه سال میشه که مسئولیت دارم البته ما خیلی خورد بودیم که والدی ما در سال 1905 مستر افتا کردن تا که با ایشان ما مدت 5-6 سال هم کار بودم بعد از او برنامه را که تطبیق کردیم امو ظرفیت را داشتیم که الحمدلله ما را بایس مسم موسی قرار کردن که موسی ما در سال 1905 برابری والده ما در شهر پاکستان کشور پاکستان افتتاح شد و مدت 22 سال یا 21 سال میشه که برنامه مختلف بیشتر از حتها برنامه را بر خانمات تدبیق کردیم از برنامه هایی که شما یاد کردین و از زمان تاسیس مؤسسه احیای مجدد خیلی ها وقت زیادی هست تقریبا 20 سال الی 22 سال خیلی ها وقت زیادی هست و برنامه های زیادی رو هم روی دست داشتین تطبیق کردین از برنامه هایی که تا حال تطبیق کردین اگر اشاره داشته باشین خوب میشه من میتونم براتون بگویم که برنامه را که ما تطبیق کردیم برنامه کلا بر خانم ها میباشه پروژه رو ما میگیریم از دونرهای مختلف چون والدین م قبلا رئیس امور زنان بودن. هنگامی که با دونرها شناخته که داشتیم به اساس همون شوق علاقه که والدی ما داشتن به برنامه ها و با کار کرد با خانم این شور شوقشان در سال نوزاد که گرفته رفتتا کردن برنامه رو ما میگیریم از دونرهای مختلف و تطبیق میکنیم مثلا برنامه های ظرفیت سازی برنامه های محوی خوشنط علای زنان سواد آموزی آموزش حرفه محوی هم همچون برنامه یعنی ما خانمه رو تحت پوشش قرار میتیم زمانی که از بانوان یاد میشه و برایشان برنامه مد نظر گرفته میشه پروژه روی دست گرفته میشه حتما در مورد ای که بانوان افغانستان چقدر مشکل دارن مشکلاتشان چی ها خواهد بود حتما یک تجدید نظری میشه و دیده میشه کدام مشکلات هست به نظر شما بانوان افغانستان دقیقا چه مشکلی دارن؟ خب بانوان از افغانستان یعنی میتونیم بگیم که در کل محروم هستن البته نه تنها در مرکز در ولایت افغانستان چون بانوان ما به سطح نرسیدن کونا افکار داشته باشند و یا آنقدر انکشاف کرده باشند تعداد متعدد است می توانیم بگیم که سی فیصد چل فیصد اما تعداد بیشترشان اینا انکشاف نکردند برنامه هایی که بر شده حتی ما میتونیم بگویم که بیشتر بانوان در افغانستان از بهره تحصیل من هستند نمیتونن تحصیل کنن غیر از تحصیل خوشنط از بالاشان نه تنها میتونیم خوشنط جنسی نه خوشنط امی که اینا نمیتونن به تحصیل ادامه بدن آزاد باشن گشت و گذار کنن و را مردای ما شما آر میدانه که خانما به بیرون از خانه کار کنن میگن که ما بر ما شرم است یعنی این بسیار یک مفکوره منفی است به نظر ما بانوان از تمام نگاه محروم هستند ما میتونم بگویم چون ما مدت 20 سال کار کردیم و 4 سال از که 3 سال ما خودم مصروف همی برنامه هستم در افغانستان حتی در بیرون افغانستان ما کار کردیم در ولایت افغانستان ما در 34 ولایت افغانستان فعالیت داریم فعلا ما یک برنامه داریم به 12 هزار خانم 10 هزار خانم در ولایت بامیان 2000 خانم در کابل شهر کابل که ده ما مصروف دو حرف هستیم به اینا عرف ها موزش میتیم و اینا ماهار مواد غذایی بدست میارن یعنی در شار کابل ما وقت که تیم سروی ما میرفت به خانه به خاطر که سروی کاریم خانم های مستقع شناسایی کنن حتی برخورد فیزیکی میشد با کارمندای ما برخورد فیزیکی میشد که شما چطور ما هستیم در خانه چطور به خانم های ما کارزایی میکنیم یا میبرین به کار شما کجا میبرین یعنی بسیار مفکوره و گپای زشت با ما میگفتن اینا و در ولایت خوب بیشتر از این مثلا در ولایت ما میتونیم بگوییم که میال برنامه که داریم توضیح پول نقد است با ده هزار خانم در ولایت بامیان خانم های که البته تغییر اقلیب شده در ولایت بامیان خوشکسالی آمده اینا از خوشکسالی و خشونت رنج میبرند به اینا ما ماهوار به شش ماه نو هزار افغانی میتی به اینا و یا خیلی دوجه که تمام میرفتیم سروی با وکیلا و کلا تیمای سروی ما اون تا نبودن که اجازه بدن میگفتن که نه ما اجازه نمیتیم چون خانمای ما باید من حیث غلام بر ما برده کار کنند اجازه کار کردن نداره بسیار مشکلات است از جایی که شما یاد کردین و مشکلاتی که خانواده ها برای خانم ها و بانوان افغانستان ایجاد میکنن حتی مانعی میشن که در امورات اجتماعیشان در ارتباطات خیلی ها عادیشان مشکل ایجاد بکنن و مداخله بکنن چقدر فکر میکنین که شما تانستین کار را انجام بدین که حداقل عرف ناپسندی که بین مردمان افغانستان و جامعه ما هست و بالاخره مو از هانی که به صورت منفی هست اونا را تغییر بدین به شکل مثبت در خدما که بیشتر از 100 پروژه کار کردیم بیشتر پروژه ما برای و خشونت بود. ما برنامه سیمینارای داشتیم کنفرانس داشتیم که می گرفتیم در مرکز و ولایت به تعداد 1000 خانم 500 خانم با فامیل از البته یک نفر دو نفر از فامیل های دعوت می کردیم در یک مکان بزرگ و نمایش را برگزار می کردیم و با یا زین سازی می کردیم. ما یعنی صحبت هایی که می داشتیم الحمدلله خیلی بر ما مثبت واقع شد چون که ما رابطات بود مثلا که می آمدن خانما با شوهرایشان شوهرها با خانما خیلی رابطات بدی داشتن و یا خوشیدت های فامیلی خوشیدت های محیطی ما خواستیم از بین ببریم برنامه که داشتیم الحمدلله تا سه روز چهار روز که ما برنامه را ادامه می دادیم و اینا زین سازی می کردیم اینا را می فهماندیم و بعد از و نظریه می گرفتیم مشکلات خیلی حل شده اما متعدد تعداد کمی هست البته شاید ما کار نکرده باشیم در ولایت در بعضی ولایت مثلا ما در تمام 34 ولایت کار کردیم اما بعض ولایت ها مثلا حاضر نمیشدن اصلا و و یا همین فامیلاشان اجازه نمیدادن میگفتن نخیر خیر باید خانمای ما در خانه باشه ما اجازه های. نداریم این بر ما راست که از در روزی, بی... از در روزی خانه تا بیرو بره دو قسمت اما الحمدلله برنامه که ما تطبیق کردیم نتیجه گیری کردیم خیلی مثبت واقع شده و رابطاتی که در بین فامیلا در محیط کینا مشکلات داشتن همین خانم ما با شوهرایشان و یا با فامیلایشان با خسر خوشو الحمدلله مشکلات ندارن چون ما تا حالا با تماس هستیم با اینا آقای همراه چه خوب است که در مورد امیدواری ها صحبت بکنیم بر علاوه ای که شما یک مؤسسه ای دارین که برای بانوان کار میکنه خیلی از سازمان های زیادی هست که برای ظرفیت سازی بانوان برای که بتونن تا حدی مشکلات بانوان را رفع بسازن کار میکنن فعالیت میکنن چی فکر میکنین که بانوان افغانستان حال تانستن حداقل مشکلاتشان را رفع بسازن از بتونن که کاری برای جامعهشان انجام بدن در کل امیدواری ها چگونه هست با اینکه اینقدر کار میکنین چگونه ارزیابی میکنین با نان افغانستان ان شاء میشه هیچ چیز در چیز که آدم کوشش کنه خالی نیست من سالای 12 سال یا 13 سال قبل خیلی خرد بودم شاید 12 سال یا 13 سال بودم با والدیم در برنامه که میرفتم میدم یعنی امی برنامه‌ای را که ما تطبیق می کردیم خیلی کمرنگ بود خانم‌ها اشتراک نمی‌کردن اما الحمدلله سال ده ای سالا که مثلا سال 2017 و 16 که با برنامه داشتیم حتی 2018 فعلا خیلی پر رنگ است نفوس بانوان حتی اگر بگویم شاید 80 فیصد 70 فیصد تغییرات آمده خانم ها علاقه شدن مثلا این برنامه بوده که اینا را شوهرایشان فامیلایشان پدرایشان ما فهماندیم که نه تنها خانم بر خانه نیست و خانه ساخته نشده اجازه بدید تا اینا سهم شوند در اجتماع در رسانه ها در کارهای بیرونی الحمدلله آینده خوب است ان شاء الله ما تا که تاعده که ببینم ان شاء گیری میکنیم و کم مانده بخیر همین قسم اگر پیش بره ان شاء فامیلا خودش باید کوشش کنه این نمیشه کار زور نیست با بله. زور نمیشه باید فامیلا از یا والدین از یا قبلگا والده همه فهمانده شود تا اجازه بدن به دختر خانم و به تحصیل به رشد به پیشرفت اینا اگر امیر قسم باشه ان نتیجه خوبی میگیریم همیشه یاد کردیم از خشونت آقایان بالای خانم ها. ولی بعضی اوقات در بعضی جایا ما متوجه شدیم که خشونت بانوان علیه بانوان بلی. هست چی به صورت رفتاری هست چی به صورت گفتاری هست هر موضوع دیگری در رابطه خواستین کاری انجام بدین بله تنها خشونت علیه خانومان است. نیست خشونت علیه آقایان علیه اطفال رنگ و رنگ خشونت هاست. ما برنامه داشتیم در سال ما یک برنامه داشتیم در خشونت علیه اطفال بود البته که شش برای 300 خانم بود و آقایان هم دوست بودن در برنامه ما کار کردیم که باید خشونت علی زنانه تنها یک مشکلات است باید یا من نظر گرفته و کتفال هم قشر مهم جامعه است آقایان همچنان و این برنامه را ما کار کردیم و نتیجه هم داده و نتیجه گیری هم کردیم حتی رسانه ای شده از حمایت ها با ما یاد بکنین برای تطبیق یک پروژه یک کار خیلی ها بزرگ یک برنامه خیلی ها بزرگ برای بانوان افغانستان که خیلی ها مشکلات زیاد دارن حتما به حمایت های مالی و معنوی نیاز هست دخل. حمایت های مالی از کدام طرف صورت میگیره ما موسسه هستیم غیر دولتی و غیر انتفاعی غیر سیاسی موسسه ما شخصی است که ما وابسته به کدام حزب نیستیم و یا به کدام ارگان مشخص نیستیم ثبت دولت هستیم اما کارهای ما بی‌طرفانه است ما خود ما فقط برنامه که میگیریم دونر داریم اما غیر از او خود ما حمایت میکنیم از خود هیچ دیگر سکتوری نیست که شما را حمایت میکنه ما خود ما حمایت میکنیم کدام سکتور خاص ما را حمایت نمیکنه فقط ثبت راجستر وزارت خانه هستیم در کل در افغانستان وزارت خانه یک هستن وزارت زنا ریاست زنا وزارت اقتصاد کار و امور اجتماعی صحت عامه کلا ما راجستر هستیم اما ما کدام حمایت خاص نمیشیم فقط حمایت با البته فقیرزا صاحب که قبل قایم مثلا از 20 سال الا 22 سالی که شما فعالیت کردین و فعالیت های معثر و خوبی برای بانوان افغانستان انجام دادین بدون که باید دولت از شما تقدیر بکنه دولت در این زمینه که شما برنامه های خوبی تطبیق کردین چقدر شما را تقدیر کرده؟ دولت فقط کدام تطبیق مالی مار نکرده یعنی کدام تقدیر نکرده که مار از نگاهی مالی باشه فقط بعضی مجالس که بوده از ما تقدیر کردن از کارکردهای ما یعنی سرتیفیکیت های ما داریم تقدیر و تحصیل اما کدام تقدیر خاص بر ما نکرده و ما خود ما نه تنها که در سیم مصطفی فعالیت داریم ما در سه شرکت فعالیت داریم شرکت زراعتی شرکت ساختمانی فعالیت های دیگه هم داریم نه تنها دا این مصطفی چی فکر میکنین بعضی اوقات زمانی که سازمان ها فعالیت هایی را انجام میتن و مؤسسات در یک بخش مشخص فعالیت هایی را انجام میتن بدون شک جامعه افغانستان هم خیلی ها انتظار ای داره, ای داره که این مشکلات برطرف شد ولی مشکلات بانوان افغانستان خیلی ها زیاد هست که نمیتونیم به نتیجه مؤثر برسیم به نظر شما که فکر کنید که آیا این موضوع واقعا دقیق هست یعنی شما کارهایی که انجام میدین و مؤسسه و سازمانهای دیگری که انجام میدین اصلا مؤثریتی برای بانوان نداره و یا خیلی هم باعث تغییر و رشد بانوان هم شده خب برتون بگویم فعلا موسسات زیاد شده البته ما شاید موسسه سیوم یا چهارم در سطح افغانستان بودیم که ثبت وزارت اقتصاد شدیم فعلا برنامه زیاد شده اگر نکترین برنامه باشه رسانه‌ای میسازن بله. گویا خودنمایی میکنن این ضرور نیست برنامه باشه که ظرفیت به نتیجه گیری کنین مثلا ما برنامه که داریم تطبیق میکنیم در ختم برنامه ما یک ما تنها نتیجه گیری میکنیم از برنامه ما که چقدر مفید واقع شده فیدبک از این چی بوده که ما از این چی گرفتیم ان همه موسات اگر کوشش کنن نه به قسمی که شایعه کنن نه به ای که خودنمایی کنن اگر عمق زحمت بکشن نتیجه گیری میشه از برنامه که شما داشتین خیلی خوب است که قناعت بخشی بانوان را هم بدانین برای بانوانی که کار میکنین چقدر از کارها و فعالیتهای شما قناعت دارن و فکر میکنن که برای خودشان محصر بودن الحمدلله یا صد قناعت دارن یا خورسند هم هستن حتی برنامه که ما داشتیم خود از این خانم ها کردن که دوباره تمدید شود و میدونه را تمدید شود و ما از برنامه دوباره مستفید شدیم برنامه ما که انشاءالله تا حال تطبیق کردیم خیلی مفید بوده و خانمها خیلی خرسندی کردن حتی به دونه گفتم که اینا رفتن پیشنهاد کردن که برنامه دوباره تمدید شده و برنامه باشه که یعنی مفید باشه ظرفیت سازی باشه یعنی کار باشه که خانم خانمها به خود بگیرن نه که ادامه بتن بعدش ترک کنن با آینده ادامه بدن مثلا ما برنامه که داریم گفتم مدت یک ماه کنیم ما برنامه های حرفه باشه بزنس یعنی تجارتی باشه ما اینا رو به با بازار راهنمایی میکنیم برنامه های آموزشی بازاریابی میداشته باشیم که خانم ها به بازار رو بگردانند یعنی به بازار معرفی شوند که چطور می کارشان تجارتی بسازند وسیع بسازند اگر این قسم پیش برن ان خیلی نتیجه خوب خواهد داشت برای تشویق و ترغیب بانوان جوانان از هر بخشی که باشه باید کارهایی که انجام میشه به صورت ای باشه نه. برنامه هایی که روی دست دارین پروژه که زمانی که تمام شد دوباره تمدید میشه و یا به صورت ای دوام داره چگونه هست خب پروژه م... م... کوتاه مدت میباشه ما فرق میکنه پروژه 3 ماه است پنج ماه است 6 ماه است ما پاین ما کینا را پروژه تطبیق میکنیم بر خانما بعد از پاین ما ما اینا را ای نمیکنیم که ترک کنیم بریم بعد از پاین ما, ما یار خود ما شخصی از پول شخصی یعنی اینا را ادامه میتیم و یا یار به با بازار معرفی میکنیم تا باشه هر هر ای که باشه اینا ادامه بدن نه تنها که این پاین ما شش ما کینا آموزش دیدن بعدش ادامه ندن مثلا اگر ما فعلا داریم پروژه قالین بافی و با یک دوزی دنای دوم کابل داریم در ختم برنامه به یا وسایل داده میشه های. ماشین و یا پای کارگاه داده میشه تا اینا ادامه بتن ایره. ادامه بتن و یا همچنین برنامه دیگه که به از اون مستفید شدن به صورت جنبندی و به عنوان سوال آخر ما برنامه هایی که روی دست دارین اگر اشاره کوتاهی داشته باشین خیلی خوب است خب برنامه که ما فعلا داریم در تلاشی هستیم که یک پانتون بسازیم البته بر بانوان به صورت رایگان در چهار رشته اینا میتونن تحصیل کنن قابلگی اقتصاد، حقوق و انجینری. البته به صورت رایگان ما تیم می داشته باشیم که سروی میکنیم، کنیم با شناسایی می و اینا رایگان برشان می چهار سال اینا تحصیل از یا رایگان می باشه و برنامه دیگه که مثلا داریم ما برنامه دیگه ما است که انشالله مستر انترنشنل بسازیم یعنی خارج از کشور برنامه ما را ادامه بتیم و اونجا ثبت کنیم آقای هم در سلامت باشین ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین ان در هر عرصه زندگی موفق باشین سلامت باشین لطف کردین تشکر زنده باشین در پایان برنامه هستیم و چه خوب است که بریم سفری داشته باشیم به طرف پکتیکا امروز می‌خوایم که با ویژگی‌ها و خصوصیات که ولایت زیبای پکتیکا داره آشنا شویم بیشتر و تا ای که فردا باز هم در خدمت شما قرار میگیرم با یک موضوع جدید و یک مهمان جدید شما را به خداوند پاک میسپارم تا درود دیگر بدرود